اصر هفته آوریل 1951 و هجده فروردین 1330 خورشیدی پاریس در اصر ابری دلگرفته. وقتی صادق هدایت نویسنده 48 ساله ایرانی مقیم موقت پاریس به سوی خانهش در محله هجده کوچه شامپیون شماره سی و هفت مکرر می روید، دو مرد را می بیند که بیرون خانهش منتظرش هستند. آنها ازش میپرسند که آیا از اداره پلیس می آید و آیا جواز اقامت پانزده روز بعدی را گرفته؟ آنها با او در خیابان راه می افتند و حرف میزنند زنند. رفتن پی تمدید اقامت آن هم با خیالی که تو داری هدایت میگوید من خیالی ندارم یکیشان می خندد البته که نداری خودکشی اینجا پاریس است و آن هم اول بهار در هوای خاکستری پیش از غروب آنها در دو سویش از پی می آیند و ازش میپرسند چه فایده ای دارد زنده بماند این زندگی که پانزده روز یک بار تمدید می شود آیا نمیداند که هیچ امیدی نمانده است؟ هدایت تقریبا خاموش است. یکی از آنها فکر او را میخواند و از آخرین امیدش تغییر معجزه آسا در همه چیز حرف میزند. تو میدونی که هیچ تغییری در پیش نیست. همه در نهان مثل همان کشورت بوی نفت و گدایی میده و همه هم دست چپاولگران رجاله ها همین نیست کلمه که به کار میبری؟ رجاله ها هر فکر نوع دل سوزانی رو با گلوله پاسخ میدن همین روزا نویسنده رو در دادگستری تهران روز روشن جلو چشم همه گشتن به خاطر سراحت افکارش و امید به اینکه با نوشتن چیزی رو عوض کنی یا حتی فقط آینهی باشی در تو مرده اینجا کسی نوشتهای تو رو نمیدونه و اونایی که تو کشورتن و خط تو رو میخونن آیا از حروف الفبا بیشترم هدایت میخواهد بداند که آنها پلیسند؟ نه آن دو بسیار شبیه خود هدایت هستند هدایت میگوید در نظر اول آنها را اشتباه گرفته با کسانی که خیال میکند دنبالش هستند آنها پیش خود میخندند آنها به کافه میروند و زن اسیری برایشان قهوه و کنیاک میآورد هدایت دست به جیب میبرد نمیتونم مهمودتون کنم آنها لبخند میزنند تهمونده دست و دلبازی اشرافی هدایت رد میکند برا ممکن نیست یکیشان نگاهی شوخ میاندازد به جیب بغل او نمیشه گفت نداری هدایت دفاع کنن پس میکشد این نه یکمی به شوخی تأکید میکند البته باید به فکر آینده بود دومی تند میپرسد مخارج کفن و دفت؟ هدایت میگوید دست دراز کردن را یاد نگرفتم یکمی میخندد داستان تاریخانه او یاد داشتی در میآورد و پیش چشم میگیرد با خودم عهد کردم روزی که کیسه ام ته کشید یا محتاج کس دیگری بشوم به زندگی خودم خاتمه بدهم یادداشت را میبندد لازمه بگم چه سطر و چه صفحه ای؟ هدایت کمی گیج در نیمه تاریک چراغی که فقط روی میز را روشن می کند به آنها می نگرد. حتما مأموریتی دارید. چپی هستید یا راستی؟ مذهبی هستید یا دولتی؟ این تکر رو نوشتن و دستتون دادن. شما فقط وانمود می کنید که خیلی می دونید. واقعا حتی یک کلمه هم از من نخوندید. آنها در برابر این خشم غیر منتظره دمی هاج و واج و ندانم کار به هم نگاه می کنند و اندک اندک یکیشان آغاز می کند همه اهل شیراز می دانستند که داشاکل و کاکارستم سایه یکدیگر را با تیر می زنند و همچنان که می گوید داشاکل و کاکارستم غمکشان در جنگی ابدی از پشت پنجره کافه که حالا دیگر بفهمی نفهمی همان محله سردوزک شیراز است از برابر مرجان توتی به دست می گذرند. هدایت فقط می نگرد. دیگری چراغ روی میز را به سوی هدایت سر می و سایه او را چون جغدی بر دیوار می اندست. در زندگی زخم است که مثل خور روح را آهسته در انزوا میخورد و میتراشد و همچنان که میگوید زن اسیری که سینی سفارش یک مشتری را میبرد دمی روان میان تاریک و روشن کافه به هدایت لبخند میزند و گدایی شبیه پیرمرد خنزر پنزری با کوزه شکسته زیر بغل از پشت پنجره که حالا کم و بیش خانه های کاهگلی توسری خورده و درشگی با اسب لاغر مردنی در چشمانداز آن پیداست میگذرد و به طرزی هراساور می خندد چنان که دندانهایش نمایان می شود از میان راهش زنی لکات ناگهان پیش میآید و چادرش را میاندازد و سر و تن خود را به شیشه پنجره می چسباند. هدایت می گوشد با تکان دادن سر آنها را از ذهن خود براند یکیشان علوی خانم را تعریف می کند. زن میان سال پرزاد و رودی که برای سواب و کاسبی دائم با کاروان زوار می رود و می آید و در راه سیغه می شود. و همچنان که می گوید قافلی زوار و چابوشخان از پشت سر می گذرند. علوی خانم نشسته میان گاری پر از زنهای دیگر و بر و بچه های قد و نیم قد خودش. پیاپی برسی نمی و کسی را نفرین می کند. هدایت خاموش می نگرد. دیگری می گوید تو که نمی خواهی حاجی آقا را از سرت و تبش بشنوی ها؟ خدازادیه. کارچاخ کنی نشسته بر یک سکو که گمان می کند مرکز دنیاست. و همچنان که می گوید کافه اندکندک نوری از سوراخ سقف می گیرد و حاجی آقا نشسته در هشتی خانهاش دیده می شود که به چند مرد تحریش دار با تحکم و بد دستورهایی می دهد و صدایش کم کم شنیده می شود. در مجامع رسوخ بکنید سینما و تیارت آشق و چنگال هواپیما اتومبیل و گرامافون و تکفیر بکنید از معجزه سقا خونه قافل نباشید ناگهان گویی چشمش به هدایت افتاده لحن عوض می کند آقا من اعتقادم از این جوانه فرنگ رفتم سلب شده وقتی برمیگردن یه نفر بیگانه هستند ارباب رجوع حاجی آقا محف می شود و فقط دو تن که محرم ترند خود را پیش می کشند حاجی آقا خشمگین هدایت را نشان می دهد آقا این مردی که خطرناکه حتما بلشوی که از مال پس و از جان آسی و از سرش زیر آب کرد ناگهان پرابلومی از زیر لب باده بیرون می آورد و به آنها نزدیک می کند. در حقیقت شما ثواب جهاد با کفار رو می برید. هدایت بی اختیار می گوید کاش می شود. همه را. سایه یکم از تاریکی در می آید. نه نمی توانی پارشان کنی. آنها سال هاست دیگر از اختیار تو بیرونند. دورت کردند. نه. این کی بود که رد شد؟ سایه دوم از تاریکی در می آید زرین کلا زنی که مردش را گم کرد سایه یکم می پرسد دوستش داشتی؟ هدایت لبخند می زند سایه دوم می گوید هنوز دنبال مردش می گردد و همچنان که می گوید زرین کلا پیش می آید و در جستجوی مردش می گذرد سایه یکم کتابی را باز می کند عشق مثل یک آواز دور نقمه دلگیر و افسونگر است که آدم زشت بد منظره ای میخواند نباید دنبال او رفت و از جلو نگاه کرد کتاب را میبندد میخوای ببینی نوشته توه. آفری نگان. هدایت برف روخته و بی اختیار از جا بلند می شود. یک کمی در پیش می آید. عشق یه طرفه نه؟ به مردمی که دوستشون داری و قدر خودشونو نمیدونن هدایت از در بیرون میزند دومی در پیش میآید درد تو از وقتی شروع شد که زن اسیری در آغوشت مرد بدبختی تو بود که پیش از مرگ اون درد عمیق رو در چشماش دیدی این وطنت نبود هدایت رو میگرداند که چیزی بگوید ولی زبانش بسته میماند پشت شیشه کافه زن اسیری با بردن انگشت به سوی بینیش او را به خاموشی میخواند لبخندی بیرنگ و سپس هدایت سرش را به زیر می اندازد. آنها در خیابان می روند. مردی با تحریش شتاب زده می گذارد. به تنه ای که ندانسته میزند زند می ماند و میپرسد: شما ایرانی هستید؟ من پی واجب القتلی به اسم هدایت می گردم. صادق هدایت. هدایت می گوید. نه من هادی صداقتم مرد نفستنان میگوید حکم خونشو دارم ولی به صورت نمیشناسمش لعنت به چاپارخونهی وطنی مدت هاست از سسترون فرستاده شده و هنوز در راهه این ملعون چه شکلیه؟ هدایت میگوید او تصویری ندارد مدت هاست شبیه هیچ کس نیست نه هموطنانش نه مردم اینجا مرد شتاب زده میرود و هدایت به سایه میگوید این یکی از آنهاست چندی دنبالش هستند پس از دست به دست شدن نسخه فی بلاد الافرنجیه حکم قتلش را دادند آنها از حاجی آقا دستور می گیرند سایه ها نوشته را می شناسند. داستان چند قشری که می فرنگ را اصلاح کنند و خودشان آلودی فسق و فجور فرنگ می شوند و همچنان که می شخصیت داستانهای فی بلاد الافرنجیه مست و خراب می گذارن. یکی متبی کنند و یکی دست در گردن لکاته ای. هدایت و دو همراهش به پرلاشز می روند و گوری را می بینند که پیرمرد مرد خنزر پنزری می کند. کنار درشکه فکستنی با اسب لاغر مردنیش سایه ها می ببین حتی گور آماده است از گور دو قشری شتاب زده در می آیند و راست به سوی هدایت می آیند و می گویند حاجی آقا چطور بهتره بمیره با زهر، چاقو، گلوله یا تناب اون باید انتخاب کنه هدایت بر می گردد و به همراهانش می نگرد. آنها با شانه بالا انداختن نشان می دهند که توصیه ای ندارند هدایت رو بر می گردند. به سوی دو قشری ولی آنها نیستند گیج پرسان رو میگرداند سوی دو همراهش و از میان شانه های آن دو پای درخت سروی لب جوی زن عسیری را میبیند که به پیرمرد خنزرپنزری گل نیلوفری تعارف میکند هدایت میکوشد این خیال را از سر خود براند ولی چون به خود میآید دو همراهش هم نیستند هدایت از کنار آگهی سیرک و چرخ فلک می گذرد. از کنار آگهی لاتاری و راسته نقاشان خیابانی. نقاشی پیش می خاندش که چهره اش را بکشد. هدایت سرتکان می دهد و دور می شود. روان میان جمعیت یکی از دو سایه اش از دور می گوید افسوس می خورم که چرا نقاش نشدم. تنها کاری بود که دوست داشتم و ازش خوشم می آمد. حرف توست. از دهن قهرمان زنده بگو هنوز هم به این گفته پابندی بعد از آن همه نقاشی با کلمات هدایت رو میگرداند و از کنار عینک فروشی دو دهنه ای میگذرد با علامت جغدی عینک زده و سپستر از کنار کتاب فروشی بزرگی که پشت اش عکسی از کافکاست از میان آیند و روند جمعیت یکی از سایه ها میگوید عجیبه که جلو کتابخونه خونه نیستدی و دومی جواب می دهد. چه فایده وقتی پول نداری بخری یکمی می گوید تازه اگر پولی هم بود دسته عینکش. روزنامه فروشی فریاد کنن می چرخد و چند تن روزنامه خان پیش می آیند. هدایت از میان آنها می گذرد یکمی شوخی کنن نگاهش روی روزنامه ها می هیچ خبری از ایران؟ و اگر هم بود مثلا چه بود؟ در نرو حدس بزن آن یکی میگوید تازگی ها روشن مردند هدایت همچنان که میرود زیر لب میگورد در کشور من هیچ روشن فکری نمیمیرد همه نابود میشوند باران سیلاسا چتر را باز میشوند هدایت از زیر درختان برگ نیاورده لخت میان جمعیت میرود دورا دور بر سردر سینماها حملت مهمانان شب محاکمه روم شهر بیدفاع عرف نفرین شدگان زمین میلرزد همشهری کین در شهر و سپس تصویری از انفجار بمب اتم در هیروشیما هدایت ولی به سینمای مقابل می رود سایه ای می گوید فیلم های مفرح تر چرا فیلم بعد از جنگ اول ما بعد از جنگ دومیم و آن یکی می گوید با روح تو سازگارترن نه؟ با تصور تو از ویرانی کشورت هدایت بر می گردد فوشی بدهد ولی فقط رفت و آمد مردم است زیر چترها و پلیسی بارانی پوش که از دور به او می نگرد. هدایت می رود توی سینمای سوتوکوری که چهار تالار کوچک دارد. دری باز می شود. روی پرده دانشمند زردوست که از آیرمن کمک میگیرد ناگان در میابد که قلعهش آتش گرفته و غلام گلیش گلوم از میان آتش میدود. مردم روستایی به دیدن قلعه آتش گرفته شادی می کنند. هدایت لای در به بلیت خود می نگرد و صدایی از پشت سر می شنود. چنین چیزی میشد. اگر در آن کشور سینمایی بود نه؟ هدایت گیج می نگرد. و میداند که از دو همراهش خلاصی ندارد حتی اگر ظاهرا جلو چشمش نباشند دری باز می شود روی پرده بردگان شهر پیشرفته متروپولیس کارخانه ها را میگردانند و توسط چشم ها و دستگاه های پیشرفته نظارت می شوند پچ پچی زیر گوش هدایت جای یک گلدار سیبیل از بناگوش در رفته با چشمان از هدقه در اومده خالیه با های سربازیش اینطور نیست؟ هدایت رو میگرداند دری باز میشود روی پرده عرابه نصفراتو استد و اون نوک پنجه با قوزی که پشت خود میاندازد و دست های جلو برده از پله بالا میرود هدایت در تالار را میبندد دری باز میشود روی پرده عرابه مرگ خسته میگذرد هدایت در صندلی خود مینشیند پچپچ آن دو را از پشت سر می شنود. این تباهی و تلخی با روح آزرده تو هماهنگ انسان های آجز که برده خود یا دیگری هند. درست گفتم؟ هدایت با خشم روبر می و می بیند زن اسیری به سوی او میآید. هدایت یک میخورد خورد و عینک از چشمش پایین می لغزد. دست و پا گم کرده باز عینک دست شکسته را بر چشم خود استوار می کند ولی حالا زن لکاته است که از یکی دو ردیف آن طرفتر وقیهان رو به او می خندد و دست به دکمه های لباس خود می برد. هدایت از میان فیلم بر می خیزد. میان شلوغی خیابان دو قشری شتاب زده از دور پیش می دوند و فقط وقتی ندانسته به او تنه می زنند دمی میمانند و با خوشنودی میگویند یک نفر هدایت رو تو این راسته دیده و اونو به زودی پیداش میکنند و کلکشو میکنند هدایت با آنها تبریک میگوید و آنها شتابان دور میشوند در همان حال که دو همراه پیش میآیند و گویی منتظر تصمیم به او مینگرند هدایت یهو شکلکی میسازد ناگهان ابروان خود را بالا میبرد و نیم خنده به چهره خود میدواند پنجه های راستش را بالاتر و پنجه چپش را پایین تر گشوده جلو میبرد در حالی که بر پنجه پای چپ است پای راستش را مثل اینکه بخواهد از پلدکانی بالا برود پیش میبرد و ادای نسفراتو را در می آورد سایه یکم میگوید تو ادای نسفراتو را در میاری؟ آری که روسا در تابوت میخوابد و شبها به دنبال عاطفه و خون زندگی است چرا و سایه دوم تندی میکند تو بهشون تبریک گفتی چطور میتونی احساس درونی تو پنهان کنی؟ هدایت تون پشت میکند و دور میشود آنها در پیش میدوند یکمی تند میگوید شاید در دنیا تنها یک کار از من براید میبایستی بازیگر تئاتر شده باشم و دیگری تند بشکنی در هوا میزند از زنده بگور زیر باران هدایت تند میکند تا هرچه بیشتر از آنها دور شود ولی ناگاهان آن دو را سر راه خود می بیند. سایه یکم تو داری خداحافظی می کنی. درست نگفتم؟ هر جایی خاطره داری چرخ می زنی. سایه دوم همه چیز عوض شده به سرعت و دیگه همون نیست که در خاطره تو بود. هدایت از میان آن دو می و به زیر سرپناهی می کشد. آن دو دو سویش زیر سرپناه جا می گیرند. زیر چترها مردمی میگذرند هدایت می نگرد چاق، لاغر، خوشنود، غمگین شتاب زده، کند پیری که ادای جوانی را درآورده مردی که خود را شبیه زنان ساخته زنی که خود را چون مردان آراسته یکی که گویی قمبات دارد با فرزندش که عین خودش است صدای سایه یکم که از روی نوشته میخواند هر کس چندی صورت با خود دارد بعضی ها فقط یکی از این صورتها را دائم به کار میبرند که زود چرک می شود و چین و چروک می خورد. دستی دیگر صورت های خودشان را برای زاد و رود خودشان نگه می دارند. بعضی دیگر پیوسته صورتشان را تغییر می دهند. ولی همین که پا به سن گذاشتن می فهمند که این آخرین صورتک آنها بوده و به زودی مستعمل و خراب می شود و صورت حقیقی آنها از پشت آن بیرون می آید. تو نوشتی یادت هست بوفکور هدایت ناگهان برمیگردد و خود را در پنجره مغازه ای که پر از آینه های کج و کوجی است مینگرد کش آمده دراز شده کوچکتر یا بزرگتر شده صدای سایه دوم در گوشش میپیچد که از رو میخواند صورت من استعداد برای چه قیافه های مزهک و ترسناکی را داشت گویا همه ریخت های مسخره هراسانگیز و باور نکردنی را که در نهاد من پنهان بود آشکار می دیدم. همه این قیافه ها در من و مال من بودند. صورتکای های ترسناک و جنایتکار و خنده آور که به یک اشاره عوض می شدند. همان، اوفکور، شش صفحه بعد. هدایت اینه که خود را که شیشه هایش خیس باران است از چشم بر می دارد و می برد زیر بالاپوش و با مالیدنش به پیراهن پاکش می کند. باران بند آمده چتر بسته می شود دو چرخه ها و چرخ دستی ها راه می افتند. توی چاله آبی ماه میدرخشد. هدایت پیش می رود و به آن خیره می شود. دو همراه می بینندش و لبخند میزنند. درسته در تهران هم ماه بالا آمده آنجا هم کسانی به ماه نگاه می کنند. کسانی با بغز و عشق و کسانی بی خیال. دومی پیش می آید. آه مردمان است که روی ماه را گرفته نه؟ هدایت میگوید تا کی میخواید فکر منو بخونید؟ سایه یکم به ابری که از روی ماه میگذرد مینگرد این سایه روشن تو یاد اون فیلم ها میاندازه وقتی که خوناش شام راه میافتاد با همه تاریکی در اون فیلم ها به معنا عشق که میچربه گرچه در عمل مرگ که پیروزه مرگ خسته اونجا امیدی بود نبرد عشق و مرگ چرا در نوشته های تو عشق کمکی نیست؟ هدایت با پا ماه را در چاله آب به لرزه می اندازد. انفجار اتم دروغ آوریل نبود. آن دو یک میخورند خورند و گویی از کشفی که کرده اند خوشگشان زده باشد میخکوب به رمیدن هدایت می نگرند. هم تا به حال از وطن دامید دا بودی و حال از همه جهان. هدایت تند و بی اختیار می روید. و آن دو شتابان به او میرسند ولی این جواب نبود فرار از جواب بود چرا در نوشته های تو برای داشاکل هیچ امیدی نیست چرا مرجان تلاشی نمیکنه؟ چرا عشق همیشه باعث دلگرمیه هدایت میماند و مرموز می شود و با لبخندی پنهانکار به سوی آنها رو میگرداند و صدایش را پایین میآورد. رازی است که شما نمیدونید. حتی اگر همه ی کلمات منو از بر باشید آن دو کنجکاو پیش می آیند. هدایت تقریبا پشوش می کند مرچان متعلقه هاست. همسر پنجمشه آن دو جا خورده و ناباور می نگرند اینو فقط به شما میگم درست شنیدید همسر خوناشام خودش دیر میفهمه مثل توتی در قفس اگر این رو نفهمیده باشید چیزی هم از من نخوندید هدایت دور می شود و آنها حیران میمانند. مانند. گیج و سر در نیاورده از هر جیب کتابی بیرون می آورند تند تند ورق می زنند و در پی این مضمون می گردند می گرند و می که چرا تا به حال این نکته را در نیافته اند هدایت از کنار سینمایی که فیلم نبرد راه آهن را نشان می دهد رو به پیادروی آنسو می رود و خطکشی آبر پیاده خیابان را پشت سر می گذارد. کسانی با صندوقهایی که تکان می دهند برای مستومان نهزت مقاومت اعانه جمع می کنند هدایت از میان آنها می گذارد. یک سواری بیماربر آجیر کشان می گذارد و جماعتی شمع روشن به دست آرام در عرض خیابان پیش می آیند. با شعارهایی در ردیف جلو برخی بر صندلی‌های های چرخ دار و بعضی با چوب زیر بغل بی دست یا بیپا. روی پل رودخانه هدایت پیاده می شود و به آن پایین به جریان آب می نگرد. با به لرزان ماه در آب دو همراه پشت سرش پدیدار می شوند. سقوط در آب؟ نه تو یک بار امتحان کردی. دومی تأکید می کند تو در آب نمیپری نه میترسی یهو وحشت بگیرتت کمک بخوای یکمی کامل میکند تو آرت میاد از کسی کمک بخوای هدایت راه میافتد آنها در پیش یکمی میگوید تو نقشه ای داری هدایت همچنان میرود و دومی به جای او میگوید از کارهایی که قبلا نقشهاش را بکشند بیزارم یکمی رد میکند این فقط جمله یه در سین کاف لام لام که میتونه تا به حال تصحیح شده باشه و تند رخ به رخ هدایت پس پس میرود هم تو واقعا داری خداحافظی میکنی با همه چیز و همه جا تو خیالی داری هدایت میستد یکمی میگوید چرا ما رو به خونت نبردی؟ ترسیدی پنبه ها رو ببینیم؟ دومی فرصت نمیدهد سه روز پنبه میخری نه؟ برای لای درس ها یکمی دنبال حرف را می گیرد می از دهاب کش رفت و پول نداد هدایت می گوید من پول ندادم من از لحاف کش رفتم آن دو به هم می نگرند خب اگه به اینجا کشیده پس بهترین راهه فقط بپا نباید کبریت بکشی هدایت لبخند می زند من نقشه ندارم آن دو گیج می نگرند هدایت عینکش را برمیدارد و به بالا می نگرد. به ماه که ابر از روی آن می گذرد. یکمی شگفت زده تأکید می کند. حرفم و پس نمی گیرم. آخرین نگاه. واقعا داری خداحافظی می کنی. سایه دوم به ماه می نگرد و لب باز می کند. نیاکان همه انسان ها با آن نگاه کرده اند. جلوی آن گریه کرده اند. و ماه سرد و بی اعتنادر آمده و غروب کرده. مثل این است که یادگار آنها در آن مانده هدایت در حالی که عینکش را میگذرد پیش دستی می کند سین گاف لام لام نمیدونم چه صفحه ای و راه میافتد آنها در پیش می روند. هنوز فکر می کنی ماه تنها و گوش نشین از آن بالا با لبخند سردش انتظار مرگ زمین را می کشد و با چهره غمگین به اعمال چرک مردم زمین می نگرد. هدایت می ورد. ماه در هیروشیما غیر از این چه میبینه؟ گرچه روز یا شبی هم نگاهش به فلاکت کاروان علوی خانم بود و ببخشید که نمیدونم چه صفحه و چه سطری در شلوغی پیاده رو تردستی که با چشم بسته گذراندگان را شناسایی میکند و چند تنی دورش جمع شده اند ناگهان آسین هدایت را میگیرد و به سوی خود میکشد و هدایت فقط میکوشد عینک دست شکسته خود را روی بینی حفظ کند مرد چشم بسته بازیگران مشخصات او را در ذهن جستجو می کند ها مال اینجا نیستی شغل نداری شاید هنرمند کلمات بله حرف 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 شاید نویسنده ای جانگرد نه خودتو تبعید کردی در وطن حسرت اینجا رو داری و اینجا حسرت وطن ناگهان حراسان میماند؟ نه نه دیگه نداری تو داری تصمیم مهمی میگیری هدایت به دو مرد مینگرد که توی جمعیت منتظرش هستند و میقرد من دارم هیچ تصمیمی نمیگیرم او راه میگفتد. دو سایه پشت سرش میروند یک کمی خودش را میرساند درست گفتی کسی تصمیم به خودکشی نمیگیرد. خودکشی با بعضی ها هست در خمیره و سرشت و نهاد آنهاست نمی توانند از دستش بگریزند خودکشی هم با بعضی زاییده می شود و از دومی میپرسد پرسد زنده بگور نیست؟ دومی در پیشان می گوید آن هم نه فقط یک بار دو بار هدایت دور نشده میماند و کلافه بر می گردد و سکه جلو مرد چشم بسته پرت می کند. مرد چشم بسته می گوید نگفتم مسیو تا ده شماره بر می گرد و سکه ما یادش نمیره. جمع شدگان می خندن و کف میزنند. سکه را از روی زمین پیرمرد خنزر پنزری بر می دارد. هدایت پشت می کند و دور می شود. داشاکل با قداری خونین به دست و زخمی در پهلو به دنبالش از روبرویش حاج آقا پرخاش کنان و بددهن پیش میآید. ولی زودتر از آنکه که به هدایت برسد زن لکات زیر بغل حاج را می گیرد و خندان دور می کند در خیابان درشگه مرگ می رود پیرمرد خنزرپنزری دعوتش می کند بالا زن اسیری کنار خیابان دامنش را بالا میزند و رانش را به گذرندگان نشان می دهد بر یک گاری علوی خانم از جلو برج ایفل می گذرد توی سر بچه های قد و نیم قدش می زند و به زمین و آسمان بد و بیراه می گوید از روبرو زرین زر کلاه زنی که مردش را گم کرد پیش می آید و می گوید مردی که گم کرده اوست در خیابان سگی ولگرد زیر یک سواری له می شود و کسانی جیغ می کشند و صدای بوغ چند سواری به هوا می روید. دو قشری شتاب زده به او که حواسش پرت تنه میزنند و عینک هدایت میافتد به او میگویم فهمیدین که هدایت عینک داره همه این منور الفکرای لامصب عینک میزنند و به شتاب میروند هدایت خم میشود عینک دستش شکستش را برمیدارد و بر چشم میگذرد کنار ای مردی دلقکوار، معلق زنان و حیاهو کنان، توجه گذرندگان را به کاباره جلب می کند. در دهنه ورودی کاباره مرجان در قفسی به اندازه خودش توتی به دست با لبخندی اندوهگین همه را به درون میخواند. هدایت به کاباره مرگ می رود که میزهایش تابوتهایی است و دلغکی با لباده لب کشیش در آن وعز کنان آوازی مسخره و گستاخ در شوخی با زندگی و مرگ سر می دهد. هدایت روی صندلی خود چون جنینی در خود جمع می شود. سایه یک نوشته ای را پیش چشم می گیرد و لب باز می کند. ما همه من تنهایی. زندگی یک زندان است. ولی بعضی ها به دیوار زندان صورتک می کشند و با آن خودشان را سرگرم می کنند. سایه دوم نزدیک می شود. دش. هدایت سربر می دارد و آنها را سر میز خود می بیند. یکمی می گوید خیال می کنی اون چه نوشتی صورتی بود بر دیوار زندان که سرتو با اون گرم کرده بودی؟ یا مقدمید بر لحظی که در اون هستی؟ هدایت سر بر می دارد تا دریابد آیا منظور او را درست فهمیده؟ دومی خود را پیش می کشد. دو سال هاست تمرین مرد میکنی و تمریناتو در سین گاف لام لام و زنده بگور کردی درست نگفتم؟ یکمی کتاب باز شده را میکوبد روی میز و با سرنگوش دشان میدهد کسانی هستند که در 20 سالگی شروع به جان کندن می کنن در صورتی که بسیاری از مردم فقط در هنگام مرگشان خیلی آرام و آهسته مثل پیسوزی که روغنش تمام بشود خاموش می شوند. کتاب را میبندد بوفکور حتما یادت هست هدایت تند از جا بر میخیزد در خیابان هدایت خود را به پلیس می‌رساند و میگوید این دو نفر را از من دور کنید پلیس میگوید خونسرد باشید مسیو کدوم دو نفر پلیس برگه شناسایی هدایت را می‌بیند، نشانیش را میپرسد و یادداشت می کند نام پدر فرانسوی را کجا یاد گرفتید شغل اینجا کسی رو دارید؟ هدایت سرتکان می دهد که نه پلیس می گوید تو فقط فرصت کمی داری باید تمدید کنی هدایت می روید و پلیس به سفارت ایران زنگ می زند. آنها هدایت را نمی شنستند. هدایت در خیابان می روید. در مسجد مراکشی ها شور سماع سیاهان است انجمن فی بلاد الافرنجیه همه مست و خراب دست در گردن فواهش یا ساز زنان در خیابان میگردند و از دو سوی هدایت میگذرند شور رقص سیاهان و نواها و الهان بدوی هدایت ناگهان گویی صدایی شنیده باشد دمی میماند کسانی به در میکوبند و او را میخوانند هدایت رو میگرداند سایه یکم نزدیک میشود تو تمرین مرگ می کردی در اون داستان اسمش چه بود؟ زنده به گور خودت رو به خواب مرگ می زدی و منتظر می موندی با اون روبرو بشی سایه دوم پیش می آید نمی خواستی قاطی رجاله ها باشی سایه یکم نوشته ای را بالا می گیرد می خواستم ام را خوب حس کنم یادت هست؟ به دومی رو می کند شماره صفحه و سطر سایه دوم کتاب را باز می کند واقعا لازمش داری؟ هدایت گویی صدایی شنیده باشد گوش تیز می کند. کسانی در میزنند. زنند. سایه یکم از روی یادداشت میخواند. اول هرچه در میزنند کسی جواب نمی دهد. تا ظهر گمان می کنند هم. بعد شفت در را می شکنند و وارد اتاق می شوند. دری شکسته می شود و چند نفری در و همسایه می ریزند تو. بلافاصله جلو تنفس خود را می گیرند و یکیشان جیغ می کشد هدایت رو برمیگرداند، گرداند سیاها در اوج شور سما سایه یکم از روی نوشته می خاند. اگر مرده بودم مرا می بردن مسجد پاریس به دست عرب های بی پیر می افتادم. دوباره می مردم نوشته را کنار میبرد. چیزی جان انداختم سایه دوم کتاب را پایین می آورد کلمه به کلمه زنده بگور سیاه ها در اوج شور و سما و جست و خیز و ولوله هدایت یک ادای نسترافو را در می آورد. از روبرو رو کولی فالگیر پیش می آید و مچ او را می گیرد. کلی به سکه ای. از دیگران کمتر از دوتا نمی گیرم ولی برای شما فقط یکی. اونم چون به نظرم قریبید. خوب آینده شما مسیو. هدایت می هرد. تنها چیزی است که خودم بهتر از تو میدانم. او دستش را می کشد و می روید. دو قشری با تپانچه و گزلیک و شوشکه به او می رسند و میگویند خبری خوش دارند. عکس هدایت فردا به دستشان می رسد. هدایت عکس خود را در می آورد و بهشان میدهد و میگذرد. آنها خوشنود از یافتن تصویر هدایت در جمعیت گم می شوند. خیابان شامپیونه شماره سی و مکرر هدایت می رود تو و در را پشت خود می بندد بلافاصله دو همراهش می رسند و به بالا به سوی پنجره هدایت می نگرند. پنجره روشن می شود هدایت آنها را پایین در کوچه می بیند و حفاظ پنجره را رویشان می بندد هدایت می رود سوی شیر گاز و آن را لحظه باز می کند و می بندد. دوباره باز می کند و می بندد. حاجی آقا پیش میآید و تشویقش می کند چرا معطلی بازش کن صدای پر ملائک و میشنوم از خوشحالی بال میزنن به ایران قبرستون و هوش و استعداده وطن دوزا و قاچاقا و زندون مردمانش چرا زودتر شرتو نمی کنی رستم در میآید با قداری خونچکان س... سن ن... نمیارزه بگو یک پاپاسی از تو خش که میافتیم برای آخ آخرتمون گریه میکنیم تا, تا, بمیریم ای این هم شد زندگی حاجی هنوز پرخاش میکند معطل کنی خودمو خلاصت میکنیم شنیدی تا وجود دشنام و خوندن و نوشتن و فکر کردن بدبختیه آدم سالم باید خوب بخوره خوب بشنوه و خوب آخه هدایت در آینه می نگرد. علوی خانم بر سیل زنان پیش می آید. برو زیارت استخون سبک کن. از جدم شفا بگیر. برو به چسب زریهش گل به سر کن. جدم به کمرشون بزنه که خط یادت دادن. علاج تو دست آغاست. لکاته می زند زیر گریه. چرا حتما باید معنایی داشت؟ ها؟ و در جنوبی ناگهان چنگ می زند در خط پهلوی و خط سانسکریت که بر دیوار است زندگی خطی است که نمی شود خواند حتی اگر همه زبانهای مرده و زنده دنیا را یاد گرفته باشی هدایت خیره در آینه می نگرد. چگونه مرا قضاوت خواهند کرد لکات لب بر می بعد از اون که مردیم چه اهمیت که یادگار موهوم ما مرجان اندوهگین می گذرد قفس توتی در دست نباید لب باز می کردی. نباید گله می کردی. مرا این طور نوشته بودم ولی تو چرا ساکت شوی که می توانی حرف بزنی مردی به چهره از تاریکی در می آید و لب باز می کند. تنها مرگ است که دروغ نمیگوید ما بچه های مرگ هستیم در ته زندگی اوست که ما را صدا میزند در کودکی که هنوز زبان نمیفهمیم اگر گاهی میان بازی مکس میکنیم برای این است که صدای مرگ را بشنویم حاجی آقا فریاد میزند امید معطل چی هستی هرچه این مادر مورد وطن و بزک بکنن و سرخاب سفیدا بمالن باز بوی اررحمانش بلنده ما در چاهک دنیا زندگی میکنیم شنیدی زرینکلا بخچه در دست میگذرد بیرحمید لعنت به هرچه بیرحمی نه داشتم پیدات می کردم سطح ها مثل من گم بودند و تو از سایه درآوردی چرا باید بمیری؟ زنی تکیده از تاریکی در می آید منم آبجی خانم یکی از همه او کسایی که در نوشتای تو خودکشی کرده نشناختی؟ ما چشم به راه تو ایم. مردی بیچهره پیش می آید تاریخ خانه یادت هست؟ ما از کسانی هستیم که با قلم تو به دست خود مردیم ما چشم به راه توییم زرین کلاه می گذارد. نه هنوز کسان بسیاری منتظرند آنها را بنویسی کسانی که روی خوش از زندگی ندیدند لکات کف پای خلخال به مچ را به زمین میکوبد و دستهای های پر علنگویش را می با پنجه بالا کشیده سرش را برگردن و چشمهایش را در چشم قانه می گرداند چون رقاصه ای هندی پیش بخوردان معبدی مرد بیچهره صورت که هدایت را بر چهره میزند فکر کن به آنها که منتظر خواندن نوشته های تو هند افسوس نمیخوری بران چه فرصت نوشتنش را پیدا نکردی؟ یعنی برایت تمامند همه آنها که با زندگیشان داستانهایت را نوشتی داشاکل پیش میآید، ولی به دیدن مرجان توتی به دست چشمان خود را می بندد و توند رو میگرداند و اشکش راه میافتد شما پرده رو میبینید نه عروسک پشت پرده رو همه ما ادای زندگی رو در آوردیم کاش ادا بود به زندگی دهنکجی کردیم آبجی خانم لبخندی خوشنود بر لب میآورد. میروی به یک جایی که نه زشتی نه خوشکلی نه عروسی نه عذا نه خنده و گریه نه شادی و اندوه در آنجاست. هدایت ایستاده خمیده خیره به زمین با عینک دست شکستهش و لبخندی یک باره از لای دندانها ها هرچه قضاوت آنها درباره من سخت بوده باشد نمیدانند که پیشتر خودم را سخت تر قضاوت کردم. کاکارستم قمه به زمین میکوبد دو دوره که مرا... که به تو سبتش کرد تمومه. ز... زبونی که حفظش کردی ا... ا... عوض شده داشا کل قد تو توی حرف او میدود و گریبانش را میگیرد خدا شناختت نصف زبون بیشترت نداد دیگران پیش میدوند تا آنها را سوا کنند حاجی آقا دلسوزی کنند نزدیک می شود تو باید گوش می خوردی گوشت قربونی تو باید خون می ریختی جای خون دل خوردن در همین بین الملل چند میلیون یکدیگر رو کشتن بشر یعنی این اون وقت تو علف خار از همه کشتن فقط کشتن خود تو بلدی بگو مگوی میان شخصیت ها آنها سر زندگی و مرگ او در کشند، هدایت خیده از پنجره می نگرد و از آن زن اسیری را می بیند که به پیرمرد خنزر پنزری کل نیلوفر تعارف می کند صدای علوی خانم می پیچد گیرین چند سباه بیشتر موندی مرگ دوست آشنا دیدی درد خوشخشون تو تو دل این اون خالی کردی آخرش دشکل قمه به سر میکوبد پیشانی نوشت ماست امروز یا فردا چه فرق میکنه در این بازیگر خانه دنیا هر کس یه جوری بازی میکنه تا هنگام مرگش برسه مرجان میگذرد اشک در چشم بازی هایت به آخر رسیده صورتک هایت را به کار برده ای ناگهان می ماند و پس میکشد. یا نخواستی بازی را قبول کنی نخواستی صورتک به چهره بزنی علوی خانم خود را باد میزند و دود قلیانش را به هوا میدهد. دهد چه ای بچه ننه تو از درد عشق کیف می کنی نه از عشق این درد که تو رو هنرمند کرده عشق کشته شده توتی در دست مرزیان فریاد می کشد مرجان تو مرا کشتی به که بگویم مرجان عشق تو مرا کشت لکاته چون رقاصی معبدی دست هایش چون دو مار به حرکت در می آبرد و پا به زمین می کوبد دشاکل دلخوشی می دهد با مرگ تو ما نمی میریم و همیشه هر جا باشیم می گیم که تو بودی ما تو رو زنده می کنیم هدایت ناگان با شوقی کودکانه سر بر می دارد گویی کشفی کرده حالا یادم افتاد این نقش رو واقعا دیدم صندوقونه بچگیم جلو صندوقونه آویزون بود یه پرده قلمکار قدیمی سرجازی مادرم که روی اون پیرمردی پای سر و لب جوی چون باتمه نشسته بود انگشت به دهان زیبایی زن و از آن طرف جوی زنی با ابروان پیوسته و چشمان سیاه به سبکی هوا به او گل نیلوفر تعارف میکرد پس من واقعا این نقش رو دیدم علوی خانم پیش می آید برو طلب آمرزش از این گرداب بکش بیرون دشاکل می گرد بین یک مشت مردخورد چه می کنی؟ مشتی زنده به گور آبجی خانم سرزنش می کند میان مشتی صورتک توی بمبست جلوی آینه شکسته حاجی آقا می غرد. تا کی سر شکسته مثل سگی ولگرد ختمش کن مثل مردی که نفسشو کشت همچنان که هر یک چیزی میگوید زن اسیری از در در اومده است با گل نیلوفری که به هدایت تعارف میکند لبخند هدایت رنگ میگیرد دیگران در گفت و واگو زن اسیری ملافه سفید کف زمین پهن میکند هدایت آرام بران میخوابد زن اسیری می نگرد. درس با پنبه بسته شده است. گاز باز است و اتاق پر می شود. به وی لبخند می زند و آرام عینکش را از چشمش بر می دارد. اینک بر چمدانی کوچک قرار می گیرد. کنار ساعت مچی و خودنویس و کیف دستی یک سو مجوز اقامت که باید تمدید شود یک لفاف پول برای کفن و دفن در پس پس می رود و محف می شود علوی خانم پس پس می رود و محف می شود حاجی آقا پس پس می رود و محف می شود زنی که مردش را گم کرد پس پس می رود محف می شود دو قشری شتاب زده با تپانچه و گزدیک و شوشکه می گذرند مرجان، کاکارستم، آبجی خانم، لکاته، مرد بی چهره، همه پس پس می روید و محف می شوند. درشگه مرگ که پیرمرد خنزر پنزری می راندش پیش می آید و می گذرد. زن اسیری پیش می آید با پیراهن سیاه و گیسوی بلند و با یک حرکت سراپا برهنه می شود. مراکشی ها در سماعی شورنگیز انجمن فی بلاد افرنجیه مست و خراب در خیابان ها می خندند و آواز می خانند. پیرزن فالگیر کولی با دست گل سیاه پیش می آید و گل های سیاهش را پیش می آورد تا همه جا را پر کند. تصویر پنجره خانه از بیرون گویی عکسی بگیرند. تصویر همه خانه از بیرون صدای جغد. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط علاق من به کتاب و دقدقی ارتقاء فرهنگ کتاب و کتاب خانی و استحکام خرد اجتماعی تشکیل شده و تا کنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمام فعالیت ها به صورت رایگان انجام می شود لطفا اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید در معرفی ما به دیگران سهیم باشید